به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان سلام میگویم. جمشید چلنگی هستم، از واشنگتن هم راه شما خواهم بود در ساعت پیش رو در تفسیر خبر. نگاهی خواهیم داشت به آخرین پیامدها در پی حمله یا موشک پرانی علیه تأسیسات نفتی عربستان در شرق این کشور. سخن از این می رود در واشنگتن و برخی دیگر از مناطق جهان. محافل سیاسی اروپا نیست که از ایران به سوی تأسیسات نفتی شرق عربستان شلیک شده. حوثی‌ها یا حوثی‌ها مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. این تشکل نسبتاً شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار دارد و آیت الله علی خامنه‌ای در تهران بار دیگر تأکید کرده است که مذاکره با آمریکا ممنوع. پرزیدنت ترامپ آمادگی خود را برای انجام مذاکرات با حکومت ایران اعلام کرده است، اما پیش بینی می شود که هیچ گونه مذاکراتی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام نگیرد. پرزیدنت ترامپ بارها و این بار نیز شب گذشته اعلام کرده است که خواهان هیچ جنگی با هیچ کشوری از جمله ایران نیست. چه کسی ایران رو به سوی جنگ هدایت میکند؟ جنگی تازه در منطقه که به سود که خواهد بود؟ حمله به تأسیسات نفتی عربستان چه پیامدهایی برای بازار نفتی دارد و چه پیامدهایی برای حکومت ایران؟ و در آستانه انتخابات در راه حکومت دینی ایران، انتخاب بین بد و بدتر، بگیر و ببندها و سرکوبها همچنان ادامه دارد. با من و شما هستن میهمانان امشب تفسیر خبر در واشنگتن آقای سهراب سبحانی، کارشناس نفت و امور بین الملل، که مقاله روز گذشته ایشون در واشنگتن تایمز بازتاب بسیار گسترده‌ای در محافل سیاسی واشنگتن داشته است درباره مسائل نفتی منطقه و نیز وضعیت جاری در ایران. و کارشناس نفت و بین الملل، کارشناسی دیگر، آقای رضا تقی‌زاده در اسکاتلند، که نیاز به معرفی بیشتری ندارند. هر دو مهمان ما همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خوش آمدید آقای سبحانی. سلام عرض می‌کنم آقای چالنگی، خیلی ممنون، متشکر. سلام عرض می‌کنم با آقای تقی‌زاده در انگلیس. و خوش آمدید آقای تقی‌زاده. سلام به شما و بینندگان شما و به مهمان دیگر برنامه آقای سبحانی. آقای سبحانی، مقاله شما داشتید روز گذشته واشنگتن تایمز، روزنامه پرتیراژ واشنگتن تایمز، که در کنار واشنگتن پست، دو روزنامه مهم واشنگتن هستن، پایتخت آمریکا، و در اونجا به پیامدها و اونچه که جمهوری اسلامی انجام داده یا متهمه که انجام داده در ارتباط با عربستان، واقعا تا چند اندازه بر اساس هرچه اسناد مدارک میشه جمهوری اسلامی رو متهم دونست؟ آقای حسن روحانی شیخ پرزیدنت گفته که حوثی‌ها حق دارن به اصطلاح به دست به انتقام گیری بزنن در برابر عربستان. تفسیر شما رو میشنم، اسکن برای کسانی که مقاله شما رو نخوندن. خیلی ممنون آقای چالنگی. اتفاقا امروز در سرمقاله‌ای که روزنامه وال استریت جورنال نوشته، از منابع اطلاعاتی آمریکا نقل قول کردن که شکی نیست که این کار دولت ایران هست، و اگر هم به حساب آقای روحانی میگن که نه کار ما نیست، ولی شواهد عینی نشون دهنده این هست که
کار دولت ایرانه و متاسفانه این عمل نهایتاً دودش میره توی چشم ملت ایران، برای اینکه اگر حتی روزنه امیدی بود برای اینکه اروپایی‌ها میانجیگری بکنن، حتی آقای ترامپ بخواد با آقای روحانی در سازمان ملل ملاقات بکنه و تمام این برخوردها کمتر بکنه مسائل مردم ایران رو، متاسفانه این کاری که دولت ایران کرده عکس العمل منفی خواهد داشت و همونطور که گفتم نهایتاً دودش میره توی چشم ملت ایران. این یه مسئله است، ولی مسئله دیگرش واقعاً ضربه بزرگیه که به بازارهای نفتی زده شده. عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت دنیاست. این حمله فقط به عربستان سعودی نیست، حمله به سیستم اقتصادی دنیاست. آقای تقی‌زاده، حکومت ایران چه سودی از این کار میبره؟ منظور شما را از حکومت ایران شاید درست متوجه نمیشم. اگر منظور مجموعه حاکمیته که این وجود خارجی نداره، برای اینکه شاخه های متفاوت قدرت در درون حکومت منافع متفاوتی رو دنبال میکنن، باور من این است که روحانی همونطور که در سال 2014 به مذاکرات اتمی گردن گذاشت، حالا هم علاقمند به کاهش تنش در منطقه و انجام مذاکره مستقیم با آمریکا هست. شاید در این مورد فشارهایی رو هم سعی کرده به مجموعه حاکمیت به خصوص به علی خامنه ای وارد بکنه، ولی تا این لحظه موفق نشده. با وجود موانعی که عادی ترش کردن مناسبات ایران و آمریکا باش روبرو هست، این گمانه ها زده می شد که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل که چند روز به آغاز اون بیشتر باقی نمونده، امکان دیدار بین ترامپ و آقای روحانی وجود داره و معمار این کار آقای مکرون بود که مطلع هستید تقریری که اعلام کرده بود چیزی به عنوان صفر در مقابل صفر برگردوندن تهدیدها به وضعیت قبل از انجام تهدیدها، کاهش یا توقف نسبی تحریم های آمریکا و بازگشت جمهوری اسلامی به شرایط پیش از گام هایی که در جهت کاهش تعهدات ایران در مقابل توافق اتمی برداشته شد و همینطور باز کردن یک خط 15 میلیارد دلاری اعتبار، که تمام اینها لوپول های سوراخ ها یا فضاهای خاص خودش داشت که باید پر می شد. با وجود همه مشکلات این شایعه رو همچنان کسانی که به عنوان اصلاح طلب در جهت جمهوری اسلامی شهرت گرفتن مطرح می کردن که امکان این دیدار هنوز وجود داره. من هرگز از روز اول باور نداشتم که چنین دیداری می تونه صورت بگیره. یک در هزار اگر صورت بگیره محل اثری خواهد بود، ولی اگر این انتظار وجود داشت، اتفاقی که روز شنبه روی داد تمام بخت‌های چنین دیداری رو از میان برد و قبل از آقای علی خامنه‌ای که امروز پرهیز داد هر گونه ملاقاتی رو در هر سطحی با آمریکا، آقای ترامپ با تکرار کردن این واژه که خبرهای دروغ رو می‌پراکنن منکر شد که در گذشته هم حتی بدون قید شرط آماده گفتگو با حسن روحانی بوده و بنابراین پرونده این کار بسته شد. حالا چه کسی سود میبره؟ طبیعتاً کسانی که برای جانشینی علی خامنه‌ای دورخیز کردن. سپاهی‌ها میدونستن اگر حسن روحانی این مذاکرات رو دوباره مثل مذاکرات اتمی با آمریکا از سر بگیره، قافیه رو در مسابقه جانشینی علی خامنه‌ای از دست خواهند داد. روحانی خودش رو نامزد قوی برای جانشینی علی خامنه‌ای خواهد کرد و علی خامنه‌ای شخصا هر نوع مناسبات با آمریکا رو خطری در جهت ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی میدونه. بنابراین چند روز قبل از اینکه وضعیت شاید به نوعی به سمت آقای روحانی برگرده، ما شاهد اتفاقات روز شنبه هستیم. البته این فقط یک بخش از تأثیرهایی است که حملات روز شنبه باقی گذاشته و کمترین تردیدی در اینکه جمهوری اسلامی نه تنها از طریق حوثی‌ها که به نظر من بسیار مستبد است،
مستقیما این حملات رو تدارک دیده. حوثی ها اگر واقعا با بضاعت کم در طول 3-4 سال تونستن موشکایی از نوع سومار رو که از اتحاد شوروی گرفته شده بازسازی بکنن، تونستن پهباد بسازن، جمهوری اسلامی این میلیاردها دلار سرمایه رو که در طول سالهای گذشته صرف توسعه برنامه موشکی کرده برای چه کرده؟ استدلال‌های فنی متعددی وجود داره که وقتی به بحث دیگر این گفتگو وارد شدیم من اونها رو برای اثبات داشتن دست ایران همداد مطرح میکنم. به طور خلاصه من حرف شما این هست که سپاه پاسداران هست که سود میبره از این قضیه، یا حرف شما؟ بدون شک سپاه پاسداران پشت این حملات بوده. آقای سوپانی، تفسیر شما رو میشنویم. حکومت ایران به هر حال نظام ممکنه با معیارهای جهانی، معیارهایی که تا به حال تاریخ شاهد بوده، تعریف پذیر نیست به عنوان یک نظام مندرآوردی ایرانی ها، ولی حکومتیش که ظاهرا حرف اول و آخر رو درش رهبری اون میزنه، جمهوری اسلامی، با جناهای مختلفی که هست. اما آقای سوپانی، خیلی هم به این موضوع اشاره میکنن که جنایی هم هست در حکومت ایران، یا جناهایی هستن که دستور میگیرن از کمپانیهای بین المللی، شرکتهای بین المللی. همین الان سلمان بن حمد در واشنگتن هست، سیستم دفاعی تازهی که بحرینی ها خریدن و جاهای دیگه، و میزان سلاحی که تا به حال تو خلیج فارس فروش رفته. بفرمایید، به نظر شما چه کسانی سود میبرن از این ماجرا؟ شکی نیست آقای چالنگی که شرکت هایی که اسلحه تولید میکنن از اختشاش، از ناامنی استفاده خواهند کرد که سیستم های دفاعی بفروشن، میخواد به بحرین باشه، به قطر باشه، به عربستان سعودی، کویت، امارات، این شکی نیست. اما شاید از نقطه نظر ایران و رابطش که نگاه بکنیم، دو قدرت بزرگ دیگه که کمتر اسمشون شنیده میشه هست که حامی و طرفدار جمهوری اسلامی هستن. من کل سیستم رو الان در نظر دارم میگیرم، و اون روسیه است و دولت چین. این دو کشور هستن که بازوی بین المللی دولت جمهوری اسلامی در دنیا هستند. دولت چین سرمایه های هنگفتی کرده در ایران، آقای پوتین همینطور، و اینها به هیچ وقت حاضر نخواهند بود که اجازه بدن ایران از مسیری که الان هست بره به سوی اروپا، و 100% مخالفت خواهند کرد که ایران بره به سوی آمریکا. برای همون آقای چالنگی حرفتون درسته، بعضی شرکت ها نفع میبرن از این مسئله، اما نفع اصلی رو من فکر میکنم دولت چین و روسیه پشت پرده و حتی علنی کمک میکنن دولت جمهوری اسلامی ایران. و آیا سودی از نظر نفتی برای ایران داره از نظر شما این اقدامی که کرده؟ یعنی مختل شدن صادرات نفتی عربستان با وجود تحریم‌هایی که حکومت ایران متوجه حکومت ایران از برنامه هسته‌ای این نظام هر شکست؟ آقای چالنگی، به هر صورت قیمت نفت که میره بارا، هر کشوری که نفت صادر میکنه برای کوتاه مدت به نفعش هست، اما در نظر داشته باشیم که امروز تولیدات ایران بسیار افت کرده، حدود 200,000 بشکه، بعضیا معتقدن 100,000 بشکه. بر همون حتی اگر که قیمت نفتم رفته باشه بالا، متاسفانه به دلیل اینکه ایران دیگه صادر کننده‌ای که واقعا حائز اهمیت باشه در دنیا نیست. امروز همسایه‌های شمالی ایران، آذربایجان، همسایه جنوبی ایران، قطر، که اونها هم نفت تولید می‌کنن، در حال حاضر از ایران بیشتر نفت تولید می‌کنن. برای همون این عمل از نظر مالی به هیچ وجه به نفع
ایران و دولت ایران چه برسه به مردم ایران نیست. آقای تازه کوتاه بفهمید، به خاطر سپاه پاسداران برخی از رهبران سپاه پاسداران، فرمانده ها، جنرال های من در آورده سپاه پاسداران پیشتر اعلام کردن بر همون آغاز تحریم ها که اگه قرار بشه ما نفتی صادر نکنیم از خلیج فارس، دیگران رو هم نخواهیم گذاشت نفتی صادر کنه. در چشمنداز شما این تهدید رو تا چند اندازه عملی میبینید بعد از حمله ای که به تاسیسات نفتی عربستان شد؟ در حال با اقدامی که روز شنبه صورت گرفت، این هدف اعلام شده تا حد زیادی تحقق پیدا کرد، ولی همچنان دارن صادر میکنن نفت عربستان. خلل عمده‌ای به صادرات نفت نیومد. در آینده این امکان رو شما در توانایی یا استراتژی یا سیاست به بلند مدت سپاه پاسداران با دقتی که دارید تشخیص میدید که چون حملاتی ممکنه در آستین موشکی سپاه پاسداران باشه؟ این بضاعت رو ندارن. اگر که در این حد اقلی که گفتید کوتاه بگم، من پاسخم رو دادم. اگر وقت بیشتری هست توضیحات بیشتری حتما بفرمایید. یکی این که درسته صادرات نفت ایران کاهش پیدا کرده، ولی از نظر حجم تولید ایران همچنان تولید نفت بیشتری هم از قطر و هم از آذربایجان داره. بازارهای نفت ایران رو کشورهایی مثل عراق و عربستان سعودی پر کردن، و نه قطر و نه آذربایجان، ولی ایران به علت جمعیت بالا 85 میلیون بیش از 2 میلیون و 200 هزار بشکه نفت رو در داخل مصرف میکنه و با چیزی در حدود 300 یا 400 هزار بشکه صادرات رو هم یا در دریا انبار میکنه یا در انبارهای داخلی و یا انبارهایی که در چین تعبیه شده. به این علت همچنان از نظر تولید از کشورهای کوچک جنوبی و شمالی ایران جلوتره، ولی صادرات اون به وضعیتی افتاده که امروز هست. ولی نکته ای که روز شنبه برای خیلی از ناظران نفتی مطرح کرد این است که عربستان سعودی به ظاهر زیان بزرگی رو متحمل شد، برای اینکه حدود 50% از ظرفیت نه تولید، پروسس کردن و انتقال اون رو به بازار از دست داد. عبقب در کوتاه مدت قابل ترمیم. همین دیروز امروز سعودی ها گفتن که در طول 48 ساعت آینده این وضعیت رو به حالت عادی برمیگردونن، ولی هنوز صادرات نفت عربستان سعودی برای رسیدن به سطح پیش از برخورد احتیاج به بیش از شاید چند هفته اقدامات تعمیری داره. ولی عربستان سعودی برنامه ای رو که سلمان برای اقتصاد کشورش داشت به هدفهاش نرسید، به این ترتیب که سال گذشته و سال جاری میزان کسر بودجه عربستان بالا رفت. شاید به همین بهانه بود که وزیر نفت سابق عربستان جای خودش رو بگید از پسران دیگر آقای سلمان داد. ولی با وجود این زیانی که در نتیجه تخریب تأسیسات نفتی عربستان متحمل شده، به این علت که افزایش نسبی قیمت نفت در بازار در میان مدت میتونه عربستان رو کمک بکنه، از این لحاظ بهره‌ای که از فروش نفت با قیمت بالاتر بعد از بازگرداندن ظرفیت تولید به پیش از حمله میبره، میتونه تمام اون مشکلات ناشی از تخریب رو بپوشونه. در مورد چین و روسیه هم باز توضیح دیگری رو باید عرض بکنم که وضعیت در ارتباط با حادثه روز شنبه کاملا برای چین و روسیه متفاوته. البته هر دو ابراز تأسف کردن از واقعی که پیش آمده، هر دو کشور اعلام کردن که حامی حفظ امنیت در منطقه هستند، ولی روسیه صادر کننده نفت و چین مصرف کننده نفته. به این علت منافعشون کاملا در مورد حوادث این منطقه فرق میکنه. قیمت برنت در روزی که این اتفاق افتاد، روز دوشنبه که بازارها باز شد، در حدود 19% افزایش نشون میداد، در حالی که نفت تگزاس غربی حتی 1% افزایش رو هم نشون نداد، برای اینکه آمریکایی‌ها از این وضع هیچ لطمه‌ای نمیدیدن. ترامپ همین رو اعلام کرد. چینی ها نمیخوان بازار تجاری منطقه خلیج فارس و بازار نفتی که از اونها تامین نیاز میکنن، من جمله تامین نیاز از برنت و همینطور مخلوط اوپک، لطمه ببینه. به این علت چینی ها جزو کشورهایی هستند که از این حادثه زیان بردن و مخالف سیاست های جمهوری اسلامی برای تخریب در ادامه فروش نفت در منطقه هستند.
آقای سبحانی، من مطلبی رو میخوندم که در اون گفته میشد که عملا نیجریه جای ایران رو در سازمان اوپک گرفته از نظر تولید، از نظر وضعیتی که هست. در حال حاضر واقعا اگر تحریم ها هم نباشه، ایران آیا قدرت اینو داره که به جایگاه اول خودش پیش از انقلاب در اوپک برسه؟ با این نظام، با این حکومت دینی، با این جمهوری اسلامی، با این حکومت فقیه، جمهوری فقیه، هر اسمی داره، آیا امکان داره ایران به یه وضعیت مناسبی برسه از نظر تولید و صادرات نفت و اون چیزی که قبل از انقلاب بوده در اوپک؟ اولا که آقای چالنگی، من تایید بکنم صحبت آقای تقی‌زاده رو، درست می‌فرمان. تولید کلی نفت در آذربایجان در شمال و قطر در جنوب از ایران کمتر هست، ایشون درست می‌فرمان. من تکیه داشتم روی صادرات، ولی حرف ایشون درسته که ایران حجم تولیدش بیشتره. اما جواب سوال شما آقای چالنگی، نه، تا وقتی که جمهوری اسلامی ایران در حساب مدیریت مملکت دخالت بکنه و اصلا وجود داشته باشه، امکان نداره صنعت نفت ایران، صنعت گاز ایران و سفره مردم ایران شکوفا بشه. امکان نداره تا روزی که آقای خامنه ای در صدر مصدر هست، آقایونی مثل آقای روحانی که عملا دروغ میگن به ملت ایران، آقای ظریف که دروغ میگه به ملت ایران، آقای قاسم سلیمانی که کارهای تخریبی انجام میده، اینها هیچ کدومشون نمیتونن و نخواهند توانست صنعت نفت ایران رو، یکی از قدیمی ترین صنایع نفت دنیاست رو، دوباره برپا بکنه. خب اینو در تهران انگوش اتهام متوجه آمریکا دونستن. تحریم ها تا چند اندازه روی این موضوع اثرگذار بوده؟ یعنی تکنولوژی روز نفتی رو از ایران محروم کرده یا دستش رو کوتاه کرده؟ آقای چالنگی، سوال اصلی برای مردم ایران اینه، چرا در زمان قبل از انقلاب آمریکا تحریم نمی کرد؟ چرا زمان قبل از آمریکا کسی نمی گفت بالا چش ایران ابروه؟ چرا قبل از انقلاب آقای صدام حسین جرأت نمی‌کرد به ایران حمله بکنه؟ چرا قبل از آمریکا عراق مجبور می‌شد بیاد لایحه الجزایر رو امضا بکنه؟ برای اینکه حکومت‌هایی که دریافتن که باید به هر صورت با غرب همکاری کرد و با کمک اونها صنعت نفت، صنعت گاز رو شکوفا کرد، تونستن اقتصاد رو ببرن جلو. اگر که فقط یک به حساب همینجوری ساده انجام بدیم، آقای چالنگی، در عرض این 30 سال گذشته اگر ایران اون صادرات 5 میلیونش رو فقط میتونست حفظ بکنه، امروز حدود 2.7 تریلیون دلار باید میرفت به خزانه ایران. تکرار میکنم، 2.7 تریلیون دلار. اگر فقط ایران تولیداتش و صادراتش فقط 5 میلیون، پس این آقایون قابلیت، فهم، درایت و غیرت اینکه این کارو بکنن ندارن. تکیه میکنم روی کلمه غیرت، برای اینکه کسی که کشورشو دوست داشته باشه اینجور کارا رو نمیکنه که مردمش در مضیقه بمونه. آقای تقی‌زاده، آقای صبحانی اشاره کردن به قبل از انقلاب قدرتمندی ایران در بازار نفتی اوپک و جاهای دیگه مورد اشاره ایشون بود، اما در همون زمان و بعد از اون و حتی الان چه چپ ایران چه مخالفان مذهبی حکومت وقت، نظام وقت، متهم می‌کردن که بله اینا اگر هست، ولی به خاطر اینه که نظام و شاه به اصطلاح خدمتگزار شرکت‌های نفتی هستن. این اتهام تا چه اندازه درست؟ نمی‌دونم طرح یا تکرار حرفای
بدون پایه از این دست چقدر به حل مشکلات امروز مردم در داخل کشور کمک میکنه، ولی کسانی که چنین اتهامات خیلی بی‌پایه‌ای رو مطرح میکنن کاش برگردن به یکی از پول‌های نفتی دنیا، مسئول شرکت اکسیدنتال که از او به عنوان شاهزاده سرخ یاد میشد، و او در کتابی که نوشت، خاطراتی که نوشته بود و یادم هست حدود 25 سال پیش یا بیشتر از 25 سال پیش، حدود 30 سال پیش، آرمن همر ساندی تایمز این رو سیریالایز کرده بود، بخشایی از اون رو منتشر میکرد. این آدم شاه رو ازش، یعنی چپتری که به شاه مربوط میشه، به عنوان شاه مکار ازش یاد میکنه. و این قول نفتی دنیا که اکسیدنتال اون موقع بزرگترین شرکت نفتی دنیا به شمار میرفت، این آدم وقتی توضیح میده به چه علت شاه رو آدم مکاری میدونه، آخر بار نتیجه میگیره که شاه فقط همه سیاست هایی که تدوین میکرد در جهت افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت ایران در جهت منافع ملی نفت ایران بود و شاه من رو گول زد. در جایی در شارجه من به دنبال گرفتن امتیاز بودم، شاه قیمتهای پایین تری رو سوری به من پیشنهاد کرد، من گول خوردم. و در حالی که او برنامه دراز مدتش دور زدن هفت خواهران یا شرکت هایی بود که کنسرسیوم رو در ایران اداره می کردن و قرار بود در سال بعد پایان بگیره قراردادی که با ایران داشتن. در هر حال این رو من به این علت میگم که شاه شاید سلطنت خودش رو در نتیجه پایمردی، پایداری بر سر حقوق ملی ایران از دست داد. اگر شرکت های نفتی اندک محبتی به شاه داشتند و او رو چالشی در جهت منافع خودشون نمیدیدن، شاید تسهیل نمیکردن جریاناتی رو که به برکناری شاه و پایان دوران پادشاهی در ایران ختم شد. شاه با استفاده از منابع نفت ایران رو به پیشروترین اقتصاد منطقه، دارای بالاترین سرعت یا رشد درصد اقتصادی سالانه در دنیا تبدیل کرد و ایران در مسیری بود که تبدیل بشه به قدرتی بدون بازگشت. حالا اگر این رو نتیجه سرکردگی آمریکا و سرسپردگی شاه بخوان تلقی بکنن، دیگه با کسانی است که این قضاوت رو دارن. نگاه بکنن به امروز که آمریکا با جمهوری اسلامی چه کرده. آیا وضعیتی که امروز جمهوری اسلامی داره باعث افتخار از نگاه چپی ها، از نگاه مذهبیون و کسانی که جمهوری اسلامی رو راه اندازی کردن؟ همونطور که آقای تقی‌زاده اشاره کرد، این گزارش هم امروز منتشر شده که مجمع جهانی اقتصاد اومده ایران رو در کنار ونزوئلا که باز هم کشوری نفت‌ریز است، زیمبابوه، سودان جنوبی و آرژانتین یکی از پنج کشور دارای بالاترین نرخ تورم جهان در سال 2019 معرفی کرده. در این گزارش نرخ تورم در ایران 50 ممیز به قول ما 40% هست، 50.40% نرخ تورم در ایران در کنار سودان جنوبی و کشور زیمبابوه دارای بالاترین نرخ تورم در جهان، رکوردی است. اما آقای صبحانی، شما در جریان معاملات نفتی خوب منطقه‌ای هستید، بین‌المللی و همه اینها اطلاعات دقیقی در این زمینه‌ها دارید. حالا آقای طرزاده اشاره کرد در شرایطی که میلیارد صحبت فساد هست در ایران، حکومت دینی ایران هست الان و از جمله کارگزاران حکومت، روزنامه نگاران صادراتی حکومت، نویسندگان صادراتی، هرچی هست آمدن بیرون و الان فساد زمان شاه رو مطرح میکنن. ظاهرا به اعتقاد خود اونها اگر انقلاب برحق بود به خاطر لابد همین چیزا بوده، اگر بوده یا نبوده یا هرچی. الان در این شرایط به جای پرداختن به فساد جاری در حکومت ایران میلیارد دلار اومدن و در این سایت ها و جاهای دیگه با سابقه هایی که دارن، با سابقه های تیر خلاص زدن، با سابقه های اعدام، با سابقه های پاسداری، با سابقه های هرچی که هست به عنوان روزنامه نگار در همین آمریکا و جاهای دیگه. از این موضوع که بگذاریم، آقای صبحانی شما به ما بفرمایید این فسادی که حکومت ایران به راه انداخته در معاملات نفتی به چه شکلی به وجود میاد، به چه میزانی هست،
میشه گفت به چه میزانی بوده، برای اینکه الان تقریبا متوقف شده صادرات، اینکه دکل گم میشه، اینکه یهو درآمدهای نفت ایران، یک معامله اساسا چجوری انجام میشه، یک معامله نفتی؟ آقای چالنگی، اولویت اول شفافیت، تا وقتی که شفافیت در قراردادی که امضا میشه بین یک شرکت بین‌المللی نفتی و یا گاز و دولتی مثل ایران، اگر مردم آگاه نباشند که محتوای اون قرارداد چیست، این از پایه پس شفاف نیست و متاسفانه از اونجا فساد شروع میشه. این یک. دوم، وقتی در خود سیستم شفافیت نباشه و مردم نبینن با چشم خودشون که امروز دولت ایران به فرض مثال یه بشکه تولید کرد، این بشکه رو در مسجد سلیمان تولید شد و سوار کشتی نفتی کردن، این کشتی نفتی بعد از 30 روز 35 روز رفت به بندر روتردام و در اونجا تخلیه شد، این به حساب سفر یک بشکه نفت رو مردم ایران هنوز براشون مجهوله. چرا؟ چون جمهوری اسلامی هیچ نوع شفافیتی در کارش نیست و به همین دلیل متاسفانه مردم ایران نمیدونن که نفتی که متعلق به اوناست، گازی که متعلق به اوناست، چطور معامله میشه. اگر آقای چالنگی، این آقایون فردا برن کنار، نمیگم آسیبی بهشون برسه، برن کنار، برن تعطیلات در سوریه، برن تعطیلات در کره شمالی و بذارن اشخاصی که در داخل ایران صاحب نظر هستن، وطن پرست هستن، بلدن کارشونو، من به شما قول شرف میدم، قول شرف میدم که صنعت ایران رو میشه در عرض 2-3 سال آینده شکوفا کرد. با نوشتن یک قرارداد سالم شفاف، من به شما قول میدم آقای چالنگی، حاضرم اسممو عوض بکنم، که شرکت‌های نفتی دنیا صف میکشن بعد از 6 ماه بعد از اینکه این قرارداد رو بخونن. اون قرارداد هم آقای تقی‌زاده میتونه بنویسه بنده، ولی اون کسانی که در داخل ایران که وطنشون رو دوست دارن اگر بنویسن، من به شما قول شرف میدم که شرکت های نفتی پشت در وای میستن که بیان، چون اون قراردادی است که مسئله مهمه، کی نفت میبره و چطور این نفت در میاد نوشته شده. بله آقای تقی‌زاده، تفسیر شما در همین زمینه که آقای صبحانی اشاره کردن، بازسازی وضعیت نفتی و نفت و گاز ایران. بفرمایید. وضعیت موجود وضعیت دلپسندی نیست. 40 سال است که تخریب زیرساخت‌های ایران صورت گرفته، نوسازی زیرساخت‌ها به فراموشی سپرده شده و وضعیت امروز ایران به گونه‌ای شبیه وضعیتی است که اتحاد شوروی در سال‌های واپسین عمر خودش داشت. وقتی که آذربایجان به عنوان یک کشور مستقل در صحنه جهانی و منطقه ظاهر شد و بعد موضوع کشف منابع گاز و نفت در دریای خزر به گوش بقیه رسید، خب دوربین‌های فیلمبرداری به مناطقی در باکو می‌رفتند و تأسیسات زنگزده نفتی باقی مانده از اتحاد شوروی رو به چشم دنیا ترسیم می‌کردند. این وضعیت امروز در ایران هم وجود داره. شبکه برق ایران سالانه بیش از 15-20% از تولیدات برق رو به علت فرسودگی از دست میده. لوله های انتقال نفت ایران به وضعیت بسیار اسفباری تبدیل شده، شرایط کاریشون و همینطور مراکز پمپاژ نفت و گاز هم از همین آرزه رنج میبرن. بخش خصوصی در ایران عملا از میان رفته. این تنها صنایع نفت نیست که دچار کهنگی و فرسودگی و پرهیز از بازسازی شده. به هر بخشی از ایران که نگاه میکنید این فرسودگی رو میبینید. ایران برای بازسازی نیاز به یک برنامه کوتاه، میان مدت و بلند مدت داره و برگشتن به شرایط عادی با توجه به ثروت‌های ملی که ایران داره، ایران ترکیب جمعیت بسیار خوبی داره.
85 میلیون که حداقل تا مدتی میتونه تولیدات خودش اگر داشته باشه در داخل تامین بکنه و منابع غنی انرژی که همه از اون مطلع هستن. با استفاده از این ثروت ها تصور من این است که ایران میتونه جایگاهی رو که پیش از انقلاب در جامعه جهانی داشت از نظر صنعت، کشاورزی، فرهنگ در یک فاصله 10 ساله بازسازی کنیم. آقای طرزاده خیلی کوتاه بفهمید که آقای صبحانی اشاره کردن شما آمادگی دارید، در طرف خود شما اشاره کردن برای همچین بازسازی به ایران در یک شرایط مناسب، نظامی بر سر کار، در غمخوار مردم ایران، غمخوار نسل‌های آینده. باز خواهید گشت به خدمت نفت. دانشجوی بازنشسته و نویسنده و به دنبال شغل و برگشتن به ایران هم متاسفانه نیستم، مگر برای زیارت برای یاری رسوندن به تأسیسات نفت. طبیعتاً 40 سال است که این نماز روز منه، برای یاری کردن. این 40 سال است که هرگز ترک نشده، ولی برای بازگشتن به ایران و کار کردن من یک بازنشسته هستم مثل شما. ولی همچنان در برابر دوربین تلویزیون و هرگز این کار من و شما و آقای صبحانی اونجایی که پای ایران در میونه بازنشستگی قطعا نداره. چون این نیست آقای صبحانی؟ آقای چالنگی، همونطور که آقای تغیزاده اشاره کردن، مسئله مهم همکاری، همیاری است. بزرگترین ثروت ایران ثروت انسانی ایرانه. ایرانی ها دارای خلاقیتی هستن واقعا غیر قابل مقایسه و متاسفانه بزرگترین ضربه‌ای که جمهوری اسلامی به ایران زده جلو گرفتن این خلاقیته و اون آدم های خلاقی که تونستن اومدن از ایران بیرون فرار مغزها. اما همونطور که ایشون هم اشاره کردن، اگر به جای اینکه موشک بزنن به عربستان سعودی، موش بدونن توی بحرین، موش بدونن توی آذربایجان، دست دوستی میدادن با این کشورها، اون سرمایه هنگفتی که امارات داره، عربستان داره، کویت داره سرازیر میشد به ایران. ایران احتیاج به سرمایه داره، این سرمایه هم میتونه از طریق دوستی با کشورها جلب بکنه. اگر دست دوستی رو که قبل از این فاجعه جمهوری اسلامی ایران داشت در منطقه، شاه ایران و آقای مرحوم هویدا نخست وزیر ایران رابطه بسیار خوبی داشتن. آقای چالنگی، یه داستان خیلی کوتاه، من با یکی از پادشاهان منطقه نهار میخوردم چند سال پیش، اون میگفتش که من وقتی سرمو میذاشتم میخوابیدم مطمئن بودم برادر بزرگترم محمد رضا در تهران هست و من میدونم که خیالم راحته. ما آرزومون اینه که ایران درست بشه که ما بتونیم سرمایه هایی رو که داریم چرا ببریم به جاهای دیگه، بیاریم در همسایگیمون در ایران سرمایه بگذاریم. این صحبتی است که یک رهبر یک کشوری با من سر نهار کرده. ایران میتونه درست بشه همونطور که آقای تغیزاده گفتن، اما مستلزم این است که این آقایون برن تعطیلات، برن کنار و آدمایی که در داخل ایران واجد شرایطن بیان سر کار. از موشدوانی حکومت جمهوری اسلامی تا موشک پرانی این حکومت در منطقه چه پیامدهایی برای ایران و مردم ایران دارد؟ و همزمان بگیر و به بندها، زندانی کردن مخالفان در ایران، آنها که خواستار بهبود وضعیت ایران و مردمان ایران هستند. سخن از موشک پراکنی علیه تأسیسات نفتی کشوری در جنوب خلیج فارس است. عربستان سعودی زادگاه اسلام که در آن بانوان اجازه ورود به ورزشگاه ها رو دارند و بدون آنچه که حجاب خوانده می شود از سوی حکومت جمهوری اسلامی در تردد در خیابان های این کشور. اما در ایران سحر خدایاری پشت درهای بسته ورزشگاه ماند و سپس زمزمه فرستادن او به زندان و خودسوزی سرانجامی او و بسیاری دیگر از دختران ایرانی. چرا؟ پرسشی است از میهمانان امشب تفسیر خبر. تا لحظات دیگر.
آقای تقی‌زاده، من گزارش‌های تصویری دیدم، قطعا شما و آقای صبحانی هم دیدید در مجلات فرنگی هم، از بانوان و دختران عربستان سعودی، زادگاه اسلام، بدون هیچ مشکلی در کنار هموطنان خود، مردان هموطنان خود در ورزشگاه ها. در ایران چنین نیست، در حکومت فقیه و سحر خدایاری آخرین محصول چنین سیاستی مرگ او، فوت او، درگذشت او. تفسیر شما را در این زمینه میشنویم، چرا هنوز در بر همون پاشنه 40 سال و چند ماه میچرخد؟ حکومت امروز ایران من رو به یاد قابوس میندازه، قابوس پدر که در یمن در حاکمیت بود، در عمان در حاکمیت بود و اون موقع قبل از اینکه حاکم فعلی به پادشاهی رسیده باشه، اون کشور رو و نظام رو شاید بسته ترین نظام حکومتی دنیا میدیدن. و اینکه شما میگید حرف درستی است، حتی در عربستان سعودی هم زنها از آزادی بیشتری برخوردارن و جای تأسف وقتی میشنویم از زبان کسی که ظاهرا رئیس ستاد اجرایی رئیس جمهور است، به عنوان رئیس دفتر کار میکنه، واعظی میگه که ما به دنبال آماده کردن وضعیت استادیوم ها هستیم که روزی بتونیم زنها رو از مردها جدا نشسته در استادیوم ها استقبال بکنیم ازشون، که البته این دروغ بزرگه. واقعا چطور میشه فحاشی، تندگویی از زبان وکلای مجلس در خانه به اصطلاح مجلس شنید و تحمل کرد ولی در استادیوم های ورزشی خیر؟ چطور میشه در مترو و در اتوبوس که ناگزیر هستن زنها و مردها رو قبول بکنن، در دو واگن جداگونه ولی به هر حال در یک ترن، در یک مترو اونها رو ما میبینیم ولی در استادیوم ها خیر؟ از این قدرت سیاسی مردهایی که در حاکمیت هستند و یک حکومت مردانه در ایران درست کردن می هراسند. یک روز گلوی ندا رو در تهران می برن، سینه او رو با گلوله سوراخ می کنن و تصویر اون پرتیراژ ترین تصویر دنیا میشه و برای ما مردم که این حاکمیت رو داریم شرمساری می خره، اگرچه در دلمون افتخار می کنیم برای اینکه حداقل خودمون می دونیم ما در این ماجرا سهمی نداشتیم. حکومتی که با ظلم و زور بر ما حاکمه، بر خواهران و مادران و فرزندان ما حاکمه، این وضعیت رو ایجاب کرده. به امروز ما شاهد دلیرزنی هستیم که برای احقاق حق خودش و برای اثبات بی‌عدالتی که در جامعه ما هست خودسوزی میکنه و حالا تصویر او رو ما در دست زنها و مردها در سراسر دنیا میبینیم. تیم‌های فوتبال شناخته شده دنیا با بازوبندهای به عنوان دختر آبی به میدان میرن، اعلام سکوت یک دقیقه‌ای میکنن و حتی در تهران قبل از اینکه بازی رو متوقف کنن و اونها رو مجبور به تغییر لباس، تیم استقلال یا تیم تاج سابق رو میبینیم که با پیراهنی نگاشته با اسم دختر آبی به میدان میرن، با هم عکس میگیرن. موج تازه یا آقای چالنگی در ایران شکل گرفته، موجی که حکومت از اون بیشتر از موج حملاتی که احتمالاً در روزهای آینده تأسیسات نظامی و نفتی شاهد خواهد بود میترسه و این ترس از خروش مردم، خروشی که امروز ما به عنوان ستایش شجاعت دختر آبی اون رو در نقطه نقطه ایران و نه تنها در استادیوم‌های ورزشی، در جای جای شهرهای ایران شاهد هستیم. همونطور که آقای تقی‌زاده اشاره کرد، برای تیم در جای جای جهان، در از کابل گرفته تا نروژ و فنلاند و جاهای دیگه، جاهای مختلف، در هواداری از زنان ایران و حمایت از حقوق زنان ایران با گرامی داشته سحر خدایاری شعارهایی داده شد. و در شهر من هم همون اشاره بکنم که مسجد سلیمان شهر من، تیم استقلال اگر در تهران پیراهن رو در و در اونجا باز هم پوشید و تیم استقلال تهران در برابر صنعت نفت مسجد سلیمان، صنعت نفت مسجد سلیمان به میدان رفت و پخش این برنامه رو از تلویزیون حکومتی دولتی متوقف کردن تا باز هم مثل تهران تعویض کنن پیراهن ها رو. اما آقای صبحانی، شما به ما بفرمایید که با سفرهای بسیاری که شما به کشورهای عرب جنوب خلیج فارس داشتید،
به کشورهای آسیای میانه به ویژه جمهوری آذربایجان و کشورهای دیگه و به روسیه و جاهای دیگه، حالا کشورهایی که عنوان نادرستی است کشورها را با دینشون توصیف کردن یا گفتم، ولی کشورهایی که به غلط کشورهای اسلامی خونده میشن، آیا شما وضعیت مشابه زنان ایرانی دیدید که در مورد زنان این کشورها؟ اولا که آقای چالنگی، من خودم یادم میاد به عنوان یه جوون بچه میرفتم استادیوم 100,000 نفری استادیوم آریامه با دختر عمه‌هام، یکویی میدیدیم یه 200 نفر 300 نفر پا میشدن، مرد ایرانی، من دارم روی کلمه مرد تمرکز میکنم، همشون پا میشدن میگفتن خانم بفرمایید، خانم بفرمایید. اینا دختر عمه‌های من بودن که میرفتن استادیوم در زمان قبل از انقلاب و مرد ایرانی، مرد پا میشد جاشو میداد میگفت خانم بفرمایید، یعنی احترام میگذاشت به ورود زن به استادیوم. آقای چالنگی، این قبل از جمهوری اسلامی است، اینو من به چشم خودم به عنوان یه بچه دیدم. برگردیم به ماه می همین امسال در استادیوم المپیک باکو، زنان آذربایجانی شیعه، آذربایجان کشوری شیعه، ولی در استادیوم باکو هزاران هزار زن اومده بودن آقای چالنگی، بدون روسری، بدون چادر، بدون هیچی، برای تیم‌های آرسنال و چلسی که در المپیک باکو بازی می‌کردن طرفداری می‌کردن. خب اینم یک کشور اسلامی. من معتقدم که اگر آقایون افراطی یا آقایون مسلمانی که دوست ندارن یه خانومی چادر میگه باید چادر سر بکنه، به حساب حلش خیلی راحته. آقا نگاه نکن، تو اگر که فکر میکنی که ممکنه تو به حساب از نظر جسمی تحت تأثیر قرار بگی، خب سرتو بنداز پایین برو کنار، نگاه نکن. این دست خود اون آقایونی است که میگن که زن چرا باید چادر نداشته باشه. آقا شما کنترل بدن خودت که دست خودته، نگاه نکن. اگه فکر میکنی یه خانومی که حجاب نداره ممکنه تو رو تحت تأثیر قرار بده، نگاه نکن. ولی چرا زور میگی به اون زن که شما باید حتما چادر سرت بکنی؟ پس این اشکال از خود تو آقای خمینی، آقای خامنه ای، آقای روحانی که اجازه نمیدیم زنهای ایران بیان وسط. تو اگر مشکل با خودته بزن کنار، نگاه نکن. این اسلام نیست آقای چالنگی. من با مادرم زندگی میکنم که مسلمانه و نماز میخونه، اما به عمرش معتقد نیست که باید زن چادر سرش بکنه، اما مسلمانیست که معتقده میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. این اسلامیست که مادرهای ایرانی تو قلبشون دارن، ولی این آدمای پستی که امروز در ایران سر کارن اجازه نمیدن. آقای تقی‌زاده، درباره کشورهایی که به عنوان کشورهای اسلامی اشاره کردن، در خود عربستان در مهمترین مقدسترین مرکز اسلامی در بیت الله الحرام زنان و مردان در کنار هم هستند، منع نشدن هنگام طواف کعبه. و آیا این اهانت به یک جامعه نیست که زنان در اونجا نرن؟ چون مردم ایران یه ملت فحاشی هستن. مگر همونطور که آقای صبحانی اشاره کرد، قبل از انقلاب نمیرفتن به استادیوم ها. مگر در انگلستان و شما اسکاتلند و جاهای دیگه آیا به استادیوم نمیرن زنان در کنار مردان، یا همینجا آمریکا و جاهای دیگه؟ این واقعا اهانت به مردم نیست یه همچین حکومتی؟ حکومتی که امروز در ایران حاکم هست مدعی بود که میخواد عدل اسلامی رو در جامعه برقرار بکنه و حکومت گذشته رو متهم میکرد به طاغوتی بودن.
به این معنا که عده‌ای صاحب همه چیز هستند و اکثریت قاطع صاحب هیچ چیز نیستند. 40 سال از اون زمان گذشته و امروز فاصله اقتصادی، فاصله بین فقر و ثروت در جامعه ما در ایران بیشتر از هر کشور دیگر دنیاست. یک مافیای قدرت همه ثروت ملی رو در اختیار گرفته و 80% از مردم، 90% از مردم به عنوان کسانی زندگی میکنن که روزمرگی نام زندگی اونهاست. این از نظر عدالت اسلامی که جمهوری اسلامی مدعی بود و بعد به دنبال استقرار فرهنگ اسلامی بودن و در طول 40 سال گذشته حالا حکومت نگران این است که مردها اخلاقیات رو از دست دادن و فحاشی میکنن. ننگ بر شما که 40 سال است مدعی استقرار اخلاق اسلامی هستید و جامعه‌ای درست کردید که به قول خود شما جامعه‌ای نیست که مرد بتونه در کنار زن قرار بگیره، در حالی که اونها به طواف کعبه میرن کنار هم دیگه و کسی هم اونها رو پرهیز نمیده از کاری که دارن. اون چی که امروز جمهوری اسلامی مدعیش به عنوان مانع از ورود زنها به استادیوم شدن، توف سربالایی است که در صورت خامنه‌ای، روحانی و عوامل حکومت می‌نشینه، عواملی که از رساندن جامعه به حداقل اخلاقیات باز مونده. بله، همونطور که آقای صبحانی اشاره کرد، در ایران پیش از انقلاب مردان به احترام بانوان برمی‌خواستند و مکان و جایگاه خودشون رو تعارف می‌کردند به بانوان ایرانی. چون این مردمانی رو حکومت فقیه تحویل گرفت، انقلاب تحویل گرفت و کار به جایی رسیده است که میبینیم و آقای تغییزاده اشاره کرد. سپاس بسیار داریم از هر دو میهمان برنامه، آقای رضا تغییزاده، کارشناس نفت و امور بین الملل در اسکاتلند. با سپاس از شما. و سپاسگزار هستیم آقای صبحانی گرامی، آقای صبحانی عزیز، کارشناس نفت و امور بین الملل در واشنگتن. اشاره کردن آقای صبحانی به مادر گرامیشون که خصوصیات اخلاقی و این که پیرو این هستن که آزار به هیچ موجود جاندار و بی جانی حتی نرسانیم، آزار نرسانیم، میازار موری که دانه کش هست. هرچند گفته میشه که این شعر برای این گفته شده چون آزار آدمیان به حتی مورچه هم میرسیده. نه در زمان فردوسی، تنها در این زمان هم دیدیم و میبینیم. ولی پاکدلان بسیار بوده و هستند مادران بسیار که سحر خدایاری رو دختر خود میدونن، به اندوه در گذشته او نشستن. و این برنامه رو من به همه مادرانی چون مادر آقای صبحانی تقدیم میکنم که در غم از دست رفتن دختر نازنین خانواده ایرانی عزادارن، سحر خدایاری و غمگین شدن. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، آسماری، کوساران، دناد، را، کلوند، کو، زگرس، هفتان، بینالود و زرد کو و تا بشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.